دولت و مجلس ایران در این فکرند که چطور و از کی دانشگاه‌ها را زنانه مردانه کنند. دو نماینده مجلس گفتند که کمیسیون آموزش مجلس با وزیر علوم برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها موافقت کرده. هرچند یکی گفته این طرح از اول سال تحصیلی آینده یعنی 3 ماه دیگر شروع می‌شود و دیگری گفته زمان دقیقش هنوز معلوم نیست. بعضی رسانه‌های محافظه‌کاران هم نظر موافق چند مرجع تقلید شیعه را منتشر کردند. یکی گفته اقدام بسیار خوبی است و مقدمه فواید و محسنات بسیاری خواهد بود. دیگری گفته وظیفه مسئولان و دانشجویان این است که از چنین کاری به طور قطع استقبال کنند و آن را وظیفه شرعی خود بدانند. و نظر یک مرجع دیگر این بوده که هزینه تفکیک جنسیتی هرچه هم سنگین باشد قابل تحمل است. این در حالی است که در گذشته چنین طرح‌هایی همواره با مخالفت شدید بسیاری از دانشجویان روبرو شده. این تصاویر که در اینترنت منتشر شده ظاهراً مربوط به اعتراض دانشجویان به تفکیک جنسیتی در سالن غذاخوری دانشگاه عراق است، کمتر از 2 سال پیش. در ایران دانشگاه از سالها پیش تنها محیط آموزشی بوده که در آن جوانان دختر و پسر امکان آشنایی و ارتباط اجتماعی داشتند. به همین دلیل احتمال تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها بعضی از جامعه شناسان را نگران کرده. در اونجا نهایتاً بعض افراد که در مسیر جامعه پذیری قرار می‌گیرن، تجربه‌های متعددی رو با هم دیگه داشته باشن. این تجربه رو باید در یک محیط کامل با هم دیگه پیدا کنن. این محیط باید شامل گروه‌های مختلف سنی، جنسی و حتی مثلا پایگاهی، حتی فکری، شخصیتی و در واقع هم تو که جامعه یک چنین وضعیتی داره باشه. چنین تفکیکی میتونه در واقع موجب نقص در شخصیت و فرآیند جامعه پذیری یک فرد در جامعه باشه. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس از قول وزیر علوم گفته که این وزارتخانه علاوه بر جداسازی زن و مرد در غذاخوری‌ها، اتوبوس‌ها و حتی کلاس‌های درس، قصد دارد دانشگاه‌های تک جنسیتی هم بسازد. مجید خیام‌دار، BBC.